آشنایی با بلاگرهای معروف ایرانی موضوع مطلبیه که قصد دارم توی این ویدیو بهش بپردازم و شما عزیزان رو با محبوب ترین بلاگرهای فعال توی حوزه زیبایی آشنا کنم. همونطوری که میدونید یکی از جذاب ترین شغل های اینترنتی و به ظاهر آسون بلاگری در شبکه های اجتماعیه. بلاگرها توی فضای اجتماعی با ترفندهای مختلفی به جمعوری مخاطبان وفادار اقدام می کنن و از طریق اونها افزایش فروش محصولات یک برند یا یک کارخونه رو باعث می شن. در این شغل محبوب ایرانی ها هم فعال هستند و من توی ادامه این ویدیو قصد دارم که به معرفی بیوتی بلاگرهای معروف ایرانی بپردازم. اول با پاسخ به این سوال شروع می کنم که بیوتی بلاگر کیه؟ بیوتی بلاگر در واقع فردیه که فقط در رابطه با ارسال مطالب مفی درباره موضوعات آرایشی و بهداشتی توی اینترنت و شبکه های اجتماعی یا وبلاگ های معتبر فعالیت میکنه. فعالیت های یک بیوتی بلاگر میتونه در قالب نقد و بررسی لوازم آرایشی باشه. این اشخاص عموما در رابطه با کیفیت ماندگاری لوازم آرایشی صحبت می کنند و هر تجربه ای رو که توی این زمینه داشته باشند با مخاطبین خودشون در میون میذارن. حالا بریم سراغ آشنایی با بیوتی بلاگرها. اولین نفر الناز گلرخ الناس گل رخ بلاگریه که در حوزه محصولات آرایشی و زیبایی فعالیت خودش رو شروع کرده و تا حالا هم توی همین آیتم فعاله دلیل فعالیت الناس توی این حوزه داشتن یک سالن زیبایی توی تهران بود که مشتری های زیادی هم داشت اون بعد از افزایش حساسیت ها نسبت به پیج های آرایشگری خانم ها تصمیم گرفت تا از کشور خارج بشه و به تازگی هم به دوبه مهاجرت کرده. جذابیت چهره و استایلش رو نمیشه در جذب مخاطبای زیادش کم اهمیت دونست. اون در صفحه اینستاگرام خودش علاوه بر تبلیغ برندهای آرایشی به تبلیغ برندهای پوشاک و استایل های مختلف هم میپردازه. عجیب ترین اقدام شاید تبلیغاتی گل گلرخ موزیک ویدیو جاست فالومی بود که به همراه همسرش حمید فدایی خونده توی این کلیپ پرهاشیه که برای مدتی به ترند شبکه های اجتماعی تبدیل شده بود علاوه بر صدای ضعیف این دو بلاگر برای خوانندگی غلط های گرامری زیادی هم توی متن شعر مشهود بود که باعث تقویت فرضیه بمب خبری بودن این ویدیو شد با وجود انتقادهای فراوون از این ویدیو این موزیک ویدیو تونست اسم الناز گلرخ و حمید فدایی رو بیشتر به سر زبون ها بیاندازه و فالورهای بیشتری رو توی فضای مجازی براشون به ارمغان بیاره نکته جالب تر این که این دو توی مصاحبه ای با یکی از شبکه های ماهواره ای از این اقدام خودشون خیلی حمایت کردند و حتی در این رابطه با مجری هم وارد بحث شدند آشنایی با صدف بیوتی صدف مسائلی یا همون صدف بیوتی از همون اول مفاهیم برندینگ شخصی رو خیلی خوب میدونست و برای خودش اسم هنری صدف بیوتی رو انتخاب کرد از اون به بعد تمام فعالیت هاش رو توی فضای مجازی و حقیقی روی اسم صدف بیوتی قرار داد. صدف بیوتی رو میشه به جرأت قوی ترین بلاگر ایرانی در حوزه بیوتی دونست. اون مورد تایید خیلی از برندها و شرکت های خارجی هم هست و از اون برای تبلیغات زیادی استفاده میشه. از عجیب ترین تبلیغی که این بلاگر معروف داره میشه به درخواست شرکت هواپیمایی معروف امارات اشاره داشت در جریان سفر به دوبی از سوی هواپیمایی امارات برای آموزش آرایش سری به مهمانداران این هواپیمایی دعوت شد که این مورد هم توی کارنامه موفقیت هاش قرار گرفت. این بلاگر معروف ایرانی که ساکن آمریکاست همونطور که مشخصه توی حوزه زیبایی و آرایش فعالیت میکنه و بیشتر محصولاتی که توی پیجش تبلیغ میشن شامل مواد آرایشی و مراقبت از زیباییه توی پیج صدف که تیک آبی اینستاگرام رو هم گرفته میشه پست هایی از زندگی شخصیش استایل های مورد علاقش و برخی آموزش های آرایشی دید یکی از دلایل محبوبیت صدف ارتباط صمیمانه با فالوئراشه که اونها رو بچه بیوتی میخونه. نفر بعدی توی لیست ما لیلا قالیچیه. لیلی قالیچی از دیگر بلاگرهای معروف این لیسته و تنها بلاگر معروف ایرانیه که توی آمریکا به دنیا اومده و همونجا هم سکونت داره. این بیوتی بلاگر معروف نسبت به بقیه توی حوزه تولید محتوا حرفه‌ای تر عمل کرده و این مزیت کارشه. لیلی طرفداران زیادی داره اما تا اینکه به یک سلبریتی توی این حوزه تبدیل بشه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داره. شیوا صفایی شیوا صفایی رو شاید نشه با قاطعیت توی این لیست قرار داد چون توی پیج اینستاگرامش معمولا خبری از مهمترین ویژگی بلاگرها یعنی نظر دادن در مورد چیزی و یا جریانی نیست اون در پیج شخصی خودش هیچ چیز خاصی رو هم آموزش نمیده یا از خودش تعریف نمیکنه و تنها به گذاشتن عکس های از خودش بسنده میکنه چیزی که باعث خبرساز شدن این بلاگر و به دنبال اون افسایش دنبال کننده هاش بوده ازدواجش با محمد حدید بود محمد حدید پدر دو مدل مشهور یعنی جی جی حدید و بلا حدیده شیوا صفایی هم در حال حاضر ساکن آمریکاست. در نظر داشته باشید که بیوتی بلاگرها درآمد خیلی زیادی از این راه دارند. این درآمد برای برخی از مشهورترین بیوتی بلاگرهای ایرانی حتی به چند میلیارد تومن هم میرسه البته به این نکته هم توجه داشته باشید که این کار نیازمند تخصص و تجربه بالای و این درآمد با زحمت زیاد این افراد به دست اومده اما اگه شما هم میخواید بیوتی بلاگر باشید این نوید رو بهتون میدم که میتونید با کمی تلاش یک بیوتی بلاگر موفق بشید اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید.